موضوعی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم ترس. یه نکته خیلی مهم در همین ابتدای کار اینه که بگیم ترس و اضطراب با هم تفاوت دارند. گاهی اوقات این دوتا به جای هم به کار میرن و ممکنه که مشکل ایجاد کنن در فهم و درک و شناختش. اضطراب یک تشویش مبهم و فراگیر و ناخوشاینده، معمولا منشأش درونیه. اینکه فرد نگران نکنه اتفاق بدی بیفته، نکنه مشکلی پیش بیاد، نکنه خبر بدی در حال اومدن باشه، نکنه تصادف بشه، نکنه حتی گاهی اوقات افراد میگن که خودم هم نمیدونم چرا ولی این تشویش رو دارم، ممکنه همراه با تپش قلب، تعریق، لرزش دست و یا علائم جسمی دیگه از این دست باشه. گاهی بعضیا احساس میکنن که تودهی در گلوشون هست و این ممکنه نشانه اضطراب باشه. گاهی بعضی ها از اصطلاحاتی مثل اینکه احساس میکنم در دلم، در شکمم رخت میشورن، یا مثلا این احساس که انگار یه پروانهی در معدم پرواز میکنه، اینها نشانه های اضطرابه. ترس اما اون ابهام رو نداره. ترس از یک چیز مشخصه، یعنی من میدونم که از چه چیزی میترسم و وجود اون، نزدیک شدن به اون، بودن در اون موقعیت من رو دچار علائمی میکنه. میخوام اجتناب کنم، میخوام دور بشم، ممکنه علائمی شبیه علائم اضطراب پیدا کنم، اینکه تپش قلب داشته باشم، اینکه بدنم، دستم بلرزه یا تعریق کنم، دهانم خشک بشه، علائمی از این دست. وقتی از اون موضوع، از اون موقعیت، از اون شیء دور میشم، علائم از بین میره. چیزی نیست که فراگیر باشه و در همه موقعیت ها با من باشه. ترس ها جنبه تکاملی هم دارن. مثلا بچه ها وقتی به دنیا میان ممکنه که از چیزی نمی ترسن. بعضی از ترس ها باعث میشه که در واقع در طول زمان بر اساس چیزهایی که کودک تجربه میکنه، موقعیت‌ها، شرایط، مثلا صداهای بلند یا یادگیری از افراد دیگه، اینکه مثلا والدین، اینکه بچه‌های بزرگتر، اینکه دیگران از یه چیزی میترسند، در واقع در او هم احساس ناخوشایندی نسبت به اون شی، نسبت به اون موقعیت ایجاد میکنه و باعث ترسش میشه. گفته میشه بعضی از ترس ها ممکنه که جنبه ذاتی داشته باشن و از ابتدا با کودک باشن به صورت ژنتیک، مثل ترس از آتش یا ترس از موجوداتی مثل مار. بعضی وقتا گفته میشه اینها به صورت ذاتی و ژنتیکی با کودک به دنیا میان، اما بقیه ترس ها در طول زمان ایجاد میشن و بعضی ترس ها هم تکاملی هن. مثلا کودکی که در 3 سالگی 4 سالگی داره به تنهایی تو اتاق خودش روی تخت خودش میخوابه، ممکنه در 5 سالگی 6 سالگی و 7 سالگی ابراز ترس بکنه و دیگه نخواد اونجا بخوابه. بله، ترس از تاریکی، ترس از تنهایی، ترس از موجودات غریبه ممکنه برای اولین بار توی اون سن ایجاد بشه و کودک از اون زمان این ترس ها رو داشته باشه و ترس های دیگه ای که ممکنه در ادامه وجود داشته باشه. اگر این ترس خیلی شدید، مکرر و غیر منطقی باشه که به شدت فرد رو از اون موقعیت، از اون شی دور بکنه، به هیچ عنوان بهش نزدیک نشه، یا در صورت نزدیک شدن علائم خیلی شدیدی از خودش بروز بده، بهش میگم فوبیا. فوبیا در واقع این ترس مرضی و شدید و غیر منطقیه که در واقع نیاز هست که با شیوه خودش، که یک شیوه رفتاری هست و بسیار مؤثر هست، باش برخورد بشه و درمان بشه در صورتی که خود فرد بخواد. اما با ترس‌های معمول بچه‌ها وقتی روبرو میشیم، باید نکاتی رو بدونیم تا به اونها کمک بکنیم که با این ترس کنار بیان، بر اون غلبه کنن و اون رو از بین ببرن. یه اصطلاحی هست به اسم خودتنظیمی هیجانی.
در واقع ما باید کودک رو بهش آموزش بدیم که بتونه هیجانات خودش رو بشناسه، هیجاناتش رو درک بکنه و بعد تلاش بکنه که هیجانات نامطلوب رو کاهش بده، بر اونها غلبه کنه، مسلط بشه و از اونها رو از بین ببره. یکی از اون هیجانات نامطلوبی که خب در کودکان ایجاد میشه و نیاز به حلش و رفعش هست، ترس. بچه ها ممکنه که مخصوصا تو سنین پایین تر نتونن بگن که دقیقا از چی میترسن. ما علائم و شواهد ترس رو در اونها میبینیم، مثلا اینکه دیگه میگه شب دو اتاقم نمیخوابم، اینکه ممکنه به مادر چسبیده و اجازه نمیده مادر مثلا بیرون از خونه بره، اگر مادر میخواد بره تو حیاط، اگر مادر میخواد بره حموم، اگر مادر میخواد بره تو آشپزخونه، این هم باهاش میره و دلیلش این نیست که نمیخواد از او جدا بشه، دلیلش اینه که در تنهایی مثلا نگران اومدن یه موجود خطرناک، موجود خیالی یا دزد مثلا به داخل خونه است. خودشون ممکنه نتونن این رو با دقت بیان بکنن، ولی اینکه ما اگه دقت بکنیم در رفتارش، سعی کنیم ازش سوال بکنیم، جزئیات رو متناسب سن ازش بخوایم، میرسیم به این نتیجه که این ترس ها چی هستن. ترس های شایعمون تاریکی، تنهایی، غریبه ها، موجودات خیالی، اقدامات پزشکی، دندون پزشکی، خون، ارتفاع، صداهای زیاد، بعضی از حیوانات، مخصوصا خب در منازل حشرات هستند که زمینه این ترس ها رو ایجاد میکنن. اگر فرزند ما دوچار هر کدوم از این ترس ها شد، ما چطور باید بهش کمک بکنیم؟ چطور باید بهش یاد بدیم که با شیوه خود تنظیمی هیجانی به اون غلبه کنه؟ یعنی اینکه قبل از اینکه بخواد از دیگران کمک بگیره، خودش بتونه موقعیت رو شناسایی بکنه، توان خودش رو در نظر بگیره، نشانه هایی اگر نگران کننده در محیط هست بشناسه، اگر نیست بتونه این هیجان رو کاهش بده و با تسلط و آرامش با موضوع برخورد کنه. ولی خب از ابتدا کودک این توانایی رو نداره، به کمک ما احتیاج داره. باید ترسش رو درک بکنیم، باید ترسش رو به رسمیت بشناسیم. ترس کودک رو تمسخر و تحقیر نمی کنیم، ترس کودک رو با عصبانیت باهاش برخورد نمی کنیم، ترس کودک رو نشانه ناتوانیش، نشانه ضعفش یا نامتناسب با سنش تلقی نمی کنیم. اصطلاحاتی که ممکنه خیلی وقتا بشنویم، خجالت نمی کشی، می ترسی، این ترس داره، از چی می ترسی؟ اگر او میگه از این موضوع، از تاریکی می ترسم، باید اول این احساس رو بهش منتقل کنیم که آره، انگار که تاریکی یه چیزایی ترسناکی توش هست. من هم شاید همسن تو بودم میترسیدم. اینا جملاتیه که کمک میکنه که کودک مطمئن بشه که این ترس شناخته شده است، درک شده. حالا کسی که در کنارم هست میخواد به من کمک بکنه. میتونم بهش بگم خب بیا بریم ببینیم توی تاریکی چه چیزایی ممکنه ترسناک باشه. مثلا چه چیزهایی الان تو رو میترسونه؟ ممکنه بگه مثلا داخل کمد، ممکنه بگه پشت پنجره، ممکنه بگه زیر تخت. با هم میریم نگاه میکنیم. آره راست میگی، مثلا این کمد اینجوری وقتی هست ممکنه منو بترسونه، این زیر تخت ممکنه اینجوری باشه. تک تک اونها رو نگاه میکنیم، پشت پنجره رو نگاه میکنیم، اون چیزهایی رو که ممکنه باعث ترس بشه راجع بهش صحبت میکنیم و بعد بهش توضیح میدیم که این تاریکی چجوری ایجاد شده، اینکه چی میشه که شب میشه و روز میشه، اینکه ما توی تاریکی چه کارهایی میتونیم بکنیم که اون مشکلات از بین بره، در کنارش ترس هم کمتر بشه، اینکه این چیزهایی که تو میترسی همون چیزهایی هستن که توی روز هم هستن و شبها هیچ تغییری نمی کنن. یعنی آهسته آهسته به این نزدیک میشیم که بگیم توانایی های تو چی هست و این مشکلاتی که تلقی میکنی در محیط اطراف وجود داره و باعث ترس تو میشه چیه، و این واقعی شدن اونها و واقعی شدن ارزیابی کودک از توان خودش وقتی در کنار هم قرار میگیره باعث میشه که ترس کمتر و کمتر و کمتر بشه و از بین بره.
و یواش یواش این روش رو خود کودک یاد میگیره که با استفاده از خود تنظیمی با ترسش برخورد بکنه. یعنی توی هر شرایطی اگر احساس ترس کرد، فکر کنه که اون موجود، اون موضوع چقدر واقعا ترسناکه، چرا فکر میکنه ترسناکه، اگر نشانه واقعی از اینکه این ترس ترس واقعی و مفید نیست وجود نداره، و اینکه من میتونم از پس این کار بر بیام، باعث میشه که بتونه بر این احساس غلبه کنه، ترسش رو از بین ببره، با آرامش با موضوع برخورد بکنه. بنابراین در موارد تک تک این ترس ها سعی میکنیم متناسب با اون ترس به کودک نزدیک بشیم، ترسش رو درک بکنیم و کمک بکنیم که توانایی هاش رو راجع به اون موضوع بدونه، خطراتی رو که اگه وجود داره دقیقا بدونه چیه، اگر خطری وجود نداره براش آشکار و روشن بشه، و به کودک فرصت میدیم که در واقع این ترس رو آهسته آهسته از بین ببره. اصلا قرار نیست با یکی دو بار صحبت کردن ما، با انجام یکی دو بار مثلا این کارهایی که گفته شد یا کارهایی از این دست ترس از بین بره. نه، ترس نیاز به زمان داره اصلاحش و رفعش. باید حوصله بکنیم، باید تشویقش بکنیم، باید این مواجه شدن رو انقدر ادامه بدیم، انقدر آهسته آهسته کودک رو با موضوع ترس نزدیک بکنیم و در عین حال حمایت بکنیم و آهسته آهسته حمایتمون رو کم بکنیم تا زمانی که دیگه ترس کاملا از بین بره. مثلا اگر کودک از تاریکی میترسه، از تنها روی تخت خودش خوابیدن میترسه، ممکنه در روزهای اول برای اینکه این ترس کمتر بشه، وقتی کودک رفت روی تخت کنارش بشینیم، براش داستان بگیم، باهاش حرف بزنیم، چراغ اتاق رو خاموش کنیم، چراغ خواب رو روشن کنیم، صبر کنیم تا کودک خوابش ببره و بعد از اتاق خارج بشیم و در رو باز بذاریم. یه مدت چند روز بعد ممکنه که این ماجرا رو به این صورت که کنارش بشینیم، داستان بگیم، چراغ رو خاموش کنیم، چراغ خواب رو روشن کنیم و بعد بیرون اتاق کنار در بایستیم تا کودک خوابش ببره و بعد ما بریم. چند روز بعد ممکنه دیگه بیرون در نمی‌ایستیم، داستانمون رو میگیم، چراغ اتاق رو خاموش میکنیم، چراغ خواب رو روشن میکنیم، در رو باز میذاریم و ما میریم و حالا کودک یاد میگیره که خودش بخوابه بدون حضور کسی. و در ادامه ممکنه که از ابتدا چراغ خواب رو روشن کنیم، در رو باز بذاریم و از کودک بخوایم که خودش در جای خودش بخوابه در موقعی که زمان خوابش هست. و هر روز که این پیشرفته اتفاق میفته، ما کودک رو تشویق میکنیم، این شجاعتش رو به رخش میکشیم، راجبش حرف میزنیم. خیلی خوب بود که تو دیشب خودت به تنهایی سر جای خودت خوابیدی، میتونی تا زمانی که فکر میکنی لازمه در اتاق رو باز بذاری یا چراغ خواب رو روشن نگه داری. در واقع ابزارهای حمایتیمون رو هم در کنارش داریم و این احساس رو بهش منتقل میکنیم که ما کنارت هستیم، درکت میکنیم و کمک میکنیم و تو میتونی آهسته آهسته با این ترس کنار بیای. در مورد تک تک ترس ها به همین شیوه مواجهه رو جایگزین اجتناب میکنیم، فرصت میدیم تا ترس از بین بره. بعضی از ترس ها مفیدن و لازم نیست اونها رو ما برطرف کنیم. مثلا ترس یک کودک 5 ساله از تنها موندن توی خونه یه ترس مفیده، چون قرار نیست کودک 5 ساله توی خونه تنها بمونه. ترس در حد معقول و منطقیش از وسایل نقلیه، از رد شدن از خیابون، از پرتگاه، از جای بلند طبیعیه. البته اگر همه این ترس های منطقی خیلی شدید باشن، غیر منطقی و مرضی محسوب میشن، ولی در حد معمول و معقولشون ترس های مفید هستن و اصلا نیازی به رفع و اصلاح اونها وجود نداره. شیوهی که در نهایت میخوام روش تأکید بکنم و توجه والدین رو جلب بکنم این هست که ترس کودک نباید با بی‌توجهی، با خشم و عصبانیت، با تحقیر روبرو بشه. درک ترس و حمایت از او برای مواجهه با ترس‌هاش به شیوه تدریجی
با یک روند معقول و متناسب به سن و با حوصله بهترین روش برخورد با ترس‌های کودک و کمک می‌کنه که او به ترس‌هاش با ترس‌هاش کنار بیاد، ترس‌ها رو از بین ببره، بر اونها غلبه کنه و در ادامه روشی رو یاد بگیره که بدون نیاز به دیگران بتونه خودش هیجانش رو تنظیم بکنه و ترس رو از بین ببره و دیگه نیازی به کمک و حمایت دیگران نداشته باشه. در مورد موضوع ترس هم ممکنه سوالات و مواردی باشه که نیاز به بررسی و توضیح بیشتر باشه که سعی میکنیم در صورت نیاز در جلسات بعدی به اونها اشاره کنیم.